در همین زمینه‌های عینی بود که مسائل روحی من خودش رو نشون میدادن. زمینه‌های عینی مثل همین طلاقی که در جریان طلاق من با جمال، رابطه من با دکتر عشایری، مسائلی که توی دانشگاه داشتم، سه بار خواستم منو اخراج کنم به خاطر خیلی تغییر تحولاتی که تو من انجام شده بود و بیان مسائلی که داشتم، حالت‌های مانی و این حالت‌های مانی و این اینور اونور بودن، دو قطبی بودن، این حالت‌های دو قطبی رو به طور کلی در زندگیم داشتم و دوست داشتم. آره و دوستش هم داشتم به خاطر اینکه به من تعلق داشتم. الان که برمیگردی نگاه میکنی به گذشته، دوستشون داری یا همون موقع هم دوست داشتی؟ ببین اون موقع وقتی تو مانی بودم دوست داشتم، ولی وقتی که میرفتم توی فاز بعد از اون، مثل همون کسایی که مواد مخدر مصرف میکنن بعدن که پشیمون میشن و فرداش ناراحت هستن و اون به قول معروف از نشگی میان بیرون، آدم های سستی میشن و فلان میشن، این من هم بعد از اون یه مقدار تحت فشار اون تربیتی که داشتم، فرهنگی که داشتم، اون باقی مانده اون مسائل اعتقاداتی که تو من بود، احساس گناه میامد تو من. مثلا فرض کن اگر توی مانی میگفتم که من آزادم، که از عشق آزاد حرف میزدم، کم کم این افکار من که توی من بودن میمدن بیرون، تو مالی خودشونو بیپروا نشون میدادن، برهنه شدن و اینکه من برهنگی رو الان اینجا که الان مطرح کردن، اون موقع هم زمینه هاش بود، ولی توی ایران نه اینکه خودش رو نمیتونست نشون بده و بعد ما درگیر این مسائل شدید مذهبی و اعتقادی و فرهنگی خودمون بودیم، وقتی هم که یک همچین حرکتی از ما، مثل همونی که گفتم که از بادکنک این خودش رو می آورد بیرون نشون میداد، بعد یه دفعه وقتی از اون فاز میمدی بیرون، سرکوبگر خودت میشدی، بعد میگفتی ای من چرا این کار کردم، من فلان، حالا چه چیزایی هم بهش اضافه میشد. وقتی تو رو میبرن بیمارستان، من اولین بار که بردم بیمارستان، بعد تو همون حالتهایی که داشتم، بعد من خودم چون پزشک بودم این بیماری رو کامل میشناختم، بعد دیدم، میدونستم که دکترها چه چیزهایی رو از من میپرسن و بنابراین من یک کاری کردم که خود این دکترها رو تناقضات روحی روانی خود این پزشکارم نشون بدم، در واقع اینا رو دست مینداختم که نه اینکه مسخرهشون کنم، بلکه با نوع رفتار خودم، طوری که این دکترها عصبی میشدن، برخوردهایی که من خودم هم بعدم، یعنی موقعی که تو دوران پزشکی خودم انترن بودم، با دکترها رو میدیدم که چجوری با این بیمارای مانی و بیمارای روانی برخورد کردن، خیلی اذیت میشدم خودم، میگفتم واقعا اینها آیا انسان هم که اینجوری برخورد میکنن، با این روش ها برخورد میکنن. هیچ وقت مورد پسند خود من نبود، به عنوان اینکه با وجودی که من به عنوان یه دانشجو پزشکی اونجا تحصیل میکردم، در واقع همه اینا میمرد تو ذهن خود من. بعد موقعی که خودم در موضع یک بیمار روانی قرار گرفتم، این مسائل در واقع هم اون شناختی که از پزشکی خودم داشتم، علم پزشکی که داشتم و همین حالتهایی که در موضع یک مریض داشتم نشون میدادم، دست به دست هم داده بود که در واقع من با این سیستم مبارزه کنم، مبارزه خیلی قوی تر. اما من یک تنه که نمیتونستم با تمام این سیستم مبارزه کنم، حالتهای خودم رو نشون میدادم، خانوادم جلوی من بود، جامعه جلوی من بود، مذهب جلوی من بود، تمام اطرافیان، دانشگاه، همه اینها جلوی من بود. و بعد من وقتی که سرکوب شدم با چی؟ یک زمانی که خب توی زندان سرکوب شدم، زمان بعد به چه صورت سرکوب شدم؟ از طرف خانواده سرکوب شدم، اینا منو آوردن دیگه، این بار منو شلاق نزدم مثل زندان، قپونیم نکردن، اما مثل همون ماهیت همون بود، 7 نفر توی بیمارستان مهرگان رو من میریز، من که اصلا نمیدونستم، یه دفعه توی اتاق بودم، بعد گفتن اینا اتاق مال توه، خب
بعد باشه اینا برای خودشون دکتر تصمیم میگیره این مانیه، این حالتاش فلانه، خب این باید بستری بشه. تشخیص ایران هم اونجوری نیستش که بیان مثلا با مریض حرف بزنن، دکتره برنامه خودش رو انجام میده. منم اون بالا بودم، اتاق به من داده بودن، گفتن این اتاق توه. منم گفتم حالا که این اتاق منه، گرفتم لخت شدم اونجا توی بیمارستان مهرگان. تو بالا که بودم لخت که شدم، یعنی یه شورت داشتم یه کرست، همینطور رو باش دراز کشیدم با اونا رو تخت. این پرستارا که اومدن، یه پرستار حالا نمیدونم زن بود یا مرد بود یادم نمیاد، اومد وارد اتاق شد، یه دفعه منو اینجوری دید، گفت جیغ کشید این چه وضعش سری میره. حالا به جای اینکه خب حالا بگه که خانم لباساتو بپوش یا فلان، یه دفعه دیدم بعد 5 دقیقه 7 نفر مرد گردن کلفت. خب دیگه تجاوز شاخدم نداره که، ما رو فقط دیگه نکردن. ما گرفتن بله منو گرفتن. چیکار کردم؟ یکی این دستم من جیغ میکشیدم، یک فلانه، یکی بود گفتش که منم تبریزی هم، منم ترک هم، نمیدم اردبیلی هم، ترک هم، فلان حرف حرف بزن، گفت میخواست مثلا دل منو به دست بیاره، ولی من فقط جیغ میکشتم، شما چیکار میکنی؟ حالا من بدنم لخت، اینا یه چیزی رو من انداختن، یکی داره این دستم رو میگیره، یکی داره این دستم رو میگیره، تا بیام بفهمم 7 نفر اینه یه دفعه بیهوش شدم، چون سریع یه دونه تزریق کردم. بعد از 24 ساعت بلند شدم، نمیدونستم که 24 ساعت یا نه، بعد این مدت بلند شدم، تو موقع نگو به من شوک میدم، من که نفهمیده بودم کی شوک دادن چجوری. بلند شدم یه دفعه دیدم که نه زمانو میفهمم نه مکانو. بعد خواهرم بود و با یه دوستم به اسم سعیده روی تختم، سویلا خواهرم، سعیده این طرف نشسته بود، بعد مادرم هم بود با یه حالتی ناراحت. بعد دیگ فهمید که منو شوک دادن، نمیدونست، مادر منم نمیخواست. بعد یه برگشت برای اولین بار به من، همینطور منو بغل کرد، بعد گفت منو ببخش، منو ببخش، من اینا نمیدونستم که اینا وحشی تر از چقدر وحشی هستن، اینجوری ریختن و اینجوری کردن، شوک دادن و مثلا. بعد من که اصلا نمیدونستم چیه، بعد اینقدر آروم حرف میزدم تا بیام دواها. این حالت، این که توی بیمارستان، به جو بیمارستان، بعد خود من متأثر از اون سیستم جامعه که بیمار روانی، یک از خود اسم بیمار روانی کافیه برای اینکه انسان رو روانی بکنه. آره. بعد من خودم رفتم دیگه، این رفت توی تاریخچه من، تو پرونده من، من دیگه بیمار، مهر بیمار روانی تق اینجا مثل استیگما خورد به پیشانی من، اونم با شوک الکتریکی. اینجا هم البته مهر اینجا نموند، ولی اینجا یه دونه بلند نگاه کردم تو آینه، دیدم اینجا اثر اون الکتروشوک که به من داده بودن، اینجا یه مقدار چیز شده بود که سوخته بود پوستم. بعد همه چی رو فراموش کرده بودم، نمیدونستم که یه لنگزام، آروم شده بودم، یواش حرف میزدم، بعد مودم اومده بود پایین. تأثیرات دارو، دارو و شوک و اینکه بعد اینکه من احساس کردم الغا شد، که یه دفعه گفتم من این حرفایی که میزدم، این اعتقاداتی که داشتم، این که احساس قدرت میکردم، احساس اینجوری جرأت میکردم میرفتم. اون موقع که دیگه بادیگاردم مادر پدرم گذاشته بودم دیگه، پسر خالم این بر دست من میگرفت، اون یکی این برم دستم میگرفت، که تو خیابون با روحانیو شروع میکردم حرف میزدم، بعد مثلا سوالایی میکردم، انقدر جالب بود، تمام عقده های خودم رو با سوالهایی که، سوالای جالبی که از این روحانیو میکردم خیلی لذت می بردم. مثلا یه روحانی خیلی خوبی، خیلی با حالتی وایستده بود یه بار تو فرودگاه، بعد این فکر کرد که طبق معمول یه خانم میره سراغش درباره حیض و جنابت و نمیتونم وضو و نماز و اینجور چیزا می پرس. مثلا بودم سلام آجی، حال شما خوبه؟ من میخوام یک سوال بکنم از شما. گفت بفرما خواهرم. گفتم که آیا خدا همون شیطان است؟ تا همینو گفتم سخف رو الله رفت.
اصلا جواب من رو نداد، یه اینجوری کرد رفت. یه بار دیگه توی حرم رفتم، توی حرم دانشجوی چیز بودم دیگه، مشهد بودم، رفتم تو حرم گفتم، یه روحانی رو دیدم، گفتم حاج آقا، اول که قبلش که خادم رو دیدم، گفتم که خادم ها وایستاده بودن یه صلوات و این، گفتم آقای خادم اینجا نوشته که السلام علیکم یا امام رضا. بعد گفتش که بله بله سلام میکنیم و فلان. گفتم الان من سلام میکنم؟ خب با همدیگه ببینیم که چه جوابی میاد. گفت چی؟ گفتم السلام علیکم یا امام رضا. گفتم کو سلام؟ کو جواب سلام؟ کو؟ سلام که واجبه. بعد گفت خانم. گفت نه این که ما جواب سلام. گفت خانم با گوش دل باید بشنوی. گفتم آقا نه من این حرف سرم نمیشه. موقع اگلام بود که موقع میگفتم کاسه شعرها رو ملکم. گفتم آقا این حرف سرم نمیشه. سلام کردم جواب سلام میخوام بشنوم. اگر این جواب سلام باید با همون کلامی که من میگم بشنوم. پس این یک دروغه، این یک فرق، یک چیزای حرف، خانم این حرفا چیه فلان و اینا. بعد به تناقض مینداختم، بعد نمیتونستم یا جلوی یک روحانی گفتم کی گفته که یه بعد یه آقای دیگه حاج آقا داشت از اونجا میزه، گفتم آقای روحانی یک سوال دارم با تو، حسن دوست داشتم همینطور روحانی رو برم بگیرم باشو سوال کنم. اینا سوال در واقع رفتی به بیماری تو نداشت، اینا در اون مرحله خودآگاهی تو بود، منتها با انبو سوالاتی که تو ذهن تو با این کارهایی که میکردم اینا که وقتی به تناقض میافتادم، بعد من مثلا میفهمیدم دیگه که من یک در واقع یک قصدی رو دارم، وقتی که مثلا و با این کارهایی که میکردم با این امام مثلا با روحانیون و توی خیابون که مثلا میگفتم در رابطه با امام حسین سوال میکردم در رابطه با فلان و تناقضاتشو علنی که مطرح میکردم، خب این کسایی که پیش من بودن فرض اینا بدتر از من عصبانی میشدن. واسه همین مادر من گفته بود که اینو نذارین تنها بره، این میره هرچی که دوست داره بگه، یا توی دادگاه برای طلاق کارایی کردم که اینا هم بازم همون حالت های مانی من بود دیگه، که وقتی که رفتم مثلا گفتم که من توی بیمارستانم اگر اورژانس بیاد زودتر ما بنیزای دیگر رو ول میکنیم میریم به کسی که اورژانسه. بعد منم در دادگاه باز کردم رفتم گفتم من اورژانسم، همه همینطور وایستادن اینو گفتن چی؟ گفتم من اورژانسم، همین الان توی دادگاه توی پرونده من می نویسی من نیاز جنسی شدیدی دارم، اولین ماشینی که تو خیابون نگه داره من سوار میشم، قبل از اینکه این کارو بکنم میخوام شما خبردار بشید که من این کارو خواهم کرد، چون بعدن نگن که اعتراض بکنم، من بگم که به شما گفته بودم که این کارو میکنم، یا طلاق منو میدید؟ چطور شوهر من وقتی که در حین طلاق من بتونه هر زنی رو سیغه کنه من نکنم؟ این حرفا، این مسئله چند همسری که الان دارم اون موقع نطفه هاش بود، ولی در واقع این جریانات کم کم این کار رو انجام میدم، این آشوب را میافتاد، این حاج آقا اومد، حالا چه مسائلی پیش اومد هر کدوم از اینا رو توی کلیپی گفتم، ولی میخوام اینجا بیام متمرکز بشم رو بیماری روانی. خب و این حالت‌های مختلف من هر جا که می‌رفتم باعث می‌شد که اطرافیان من به خصوص مادرم به خصوص خانواده‌ام همه اینا بگن دیگه نمی‌تونیم اینو کنترلش کنیم. پسر خاله‌م همش مواظب بود دست منو می‌گرفت، پسر خاله‌م مجید، اون یکی نمی‌دونم مادر من با هم می‌رفتیم اینور و هرج، بعد اینا هم یه اچتر سیستمی رو ساخته بودن برای خودشون که توی قوانین اجتماعی با اونها خودشون رو تطابق داده بودن و من داشتم همه این پرده ها رو پاره می کردم و برای خانواده خود منم قابل هضم نبود و نمیتونستم بپذیرن. حتی همین عامل عدم رازداری من بزرگترین عاملی بود که مادر من گفت من نمیخوام که 2008 که من رفتم به ایران گفت نمیخوام بیای خونه من، به خاطر اینکه من نمیخوام هیچ چیزی از خونه من رو تو ببینی یا بگی یا بفهمی، حتی تصویر خونمونو آدرس خونمونو من حتی نمیتونم واقعا کجا زندگی میکنم. به قول یکی از دوستام که میگفت
خانوادهش حتی آجر خونهشون رو نشون ندادن که این آجرهای خونه ماست. خب اینی که با این مسئله اطرافیان منم مسئله داشتن، جامعه من مسئله داشت، پدر مادر من توی همین رابطه وقتی که دو بار من رفتم بیمارستان، یه بار دو سه بار سه دو سه بار یکی بیمارستان مهرگان رفتم، بعد از چند وقت بیمارستان روزبه رفتم، بعدش بیمارستان میمنت رفتم، سه تا بیمارستان روانی تو ایران رفتم. حالا چه چیزایی اتفاق میافتاده افتاد اینجا، چه مسائلی بود مفصله. بعد میگردم به اینکه نتیجه این مسائل، این حالتهای روحی من که عدم تطابق با جامعه من از نظر رفتارها، از نظر فکری، از نظر گفتار، برخوردهای رفتاری من، برخوردهای گفتاری من و برخوردهای نوشتاری من هم براشون قابل پذیرش نبود و این در تناقض شدید افتاده بود. این بود که من دیدم که نمیتونم، من نمیتونستم، دچار تناقض شده بودم. آیا من بیمارم؟ سخت‌ترین لحظه زندگی اون موقع بود که من احساس کردم آیا این کارهایی که من کردم، به شک افتادم، این کارهایی که من میکنم نکنه من بیمارم؟ چون بیماری خودم رو تا الان دوست داشتم، اون موقع شک کردم نکنه این مردم راست میگن. این شک اون موقع منو توی افسردگی خیلی شدیدی برد، توی یک فاز خیلی، اولین فاز افسردگی من، قطب دیگه من در اون موقعی بود که من شک کردم. دم زیبا، زیبا که نمیگفتم اون موقع، زیبا رو من بعد تو آلمان اسمم گذاشتم. گفتم زینب نکنه تو من واقعا مریضی؟ بعد یه دفعه میگفتم اینقدر اون شب شب سختی بود برام، تا صبح اینطور گفتم یعنی من تمام این 37-38 سال دستاوردهای زندگی من ناشی از بیماریم بود؟ یعنی من یک انسان بیمارم؟ حرفایی که میزنم ناشی از مغز خراب منه؟ تو مغز من یه ایرادی هست؟ چیه؟ بعد گفتم خدا این همه عرفان، این همه کتابها، این همه مسائلی که خوندم، این همه دوره پزشکی، این همه کارهای تحقیقاتی، این همه من بیمارای روانی دیدم، این همه کارهای روان درمانی که خودم دنبالش بودم، این همه کارهای سیاسی، این همه کارهایی که همه اینها برای من دستاوردهای زندگیم در رابطه با راز این زندگی، راز زندگی بهتر و هدف زندگی من اینها بود. من نه دنبال خونه بودم، نه دنبال مقام بودم، نه دنبال شوهر بودم، نه دنبال فلان، همش میخواستم این راز زندگی رو به دست بیارم که چجوری من میتونم تعیین کننده در و تصمیم گیرنده برای تمام مسائل زندگیم باشم. حالا آیا من یک مریضم؟ این آیا خیلی سوال بزرگی. الان برای این سوالت جوابی داری؟ آره جوابی دارم، ولی اون آیا رو تا جواب پیدا کنم یه مرحله طول کشید و این مرحله خیلی برام سخت بود و من حتی یادمه که داروها رو خوردم، دیگه خودم میخوردم، گفتم داروها رو بخورم، در این حال که نمیخواستم بخورم، داروهای اگرسیف، داروهای مهاجم، داروهای خیلی شدیدی که عوارض روحی، جسمی، روانی همه اینها رو داشت و من شروع کردم دارم، ولی نمیخواستم. یه چیزی در درون من میگفت نه نه نه. یادم بیمارستان میمنت بودم، من از یک اینجا این یه دختری رو باید اشاره کنم به اسم رویا، این یه کسی بود که خودش به عنوان کلینت مراجعه کننده به مطب به من، موقعی که من از دانشگاه فارغ التحصیل میشم، بعد خونه‌ای که زندگی میکردم رو به صورت مطب کردم تا موقعی که به آلمان اومدم، همینطور هنوز غیر رسمی ولی در جریان کسایی که میشناختن مطبش کرد و این به عنوان مراجع کننده اومده بود. بعدن یه روز اومد بیمارستان، من تو اون حالتی بودم که با این شک بزرگ دیدی خیلی افسرده شدم، خیلی. اون موقعی که مطب داشتی؟ نه موقعی که تو بیمارستان مطب داشتم، مطبم که تو خونه خونم بود، هنوز تقریبا یه ماه قبل از این بود که بیام به آلمان. تو این جریانات هم تونستم تقریبا فارغ التحصیلیمو بالاخره تموم بکنم، از دانشگاه با تزم رو دادم، تزم نمره 19 گرفت، تونستم فارغ التحصیل بشم، دکترامو بگیرم. تو همون فازها هم
بعد از جمال طلاقم رو بگیرم با تمام تلاش خودم و بالاخره نهایتاً با رضایت اون، نهایتاً بعد از تلاش‌های زیاد و مبارزات و تلاش اون بالاخره با هم دیگه اونم نهایتاً اومد حتی بیمارستان. توی بیمارستان درست یک ماه قبل از اینکه من پدر مادر من توی این جریانات تماس میگیرم با خواهر من که تو آلمان بود، رویا سیما اسم اصلیش بود، رویا صداش میکرد. بعد تماس میگیرم با اون، به این میگن که اینو دعوتش کن، اینو اگه بگیم که بیا برو آلمان بمون نمیاد، با توجه به اینکه قبول نداره. میگه من چرا برم، اصلا پناهندگی و مسائل رو من نداشتم قبول، اصلا نمیشناختم مسئله پناهندگی رو، اصلا کلمه پناهندگی رو من 6 ماه بعد از اینکه اینجا بودم، 6 ماه 3 ماه بعد از اینکه اینجا بودم، من توی بیمارستان و اینا یه سری کسا رو متوجه شدم که پناهنده هستن. اصلا گفتم پناهندگی چیه؟ بعد خب به خواهر من برگشتن گفتن که اینو بگیم که با این کلک که بیا برو خواهرتو ببین. بعد من وقتی میام اینجا خواهرم اینا منو نگه دارن به عناوین مختلف. خب حالا خواهرم اینا هم که نمیتونستن منو اونجور نگه دارن، ولی تو مدت که من یه ویزای یه ماهه یا 3 ماهه میگیرن اینها، که این ویزا گرفتنش خودشم داستان داره. حالا چی؟ به هر حال این ویزا رو به من میدن، ولی تو اون مدتی که من بیمارستان بودم قبل از این جریان که اینها دارن دنبال این مسئله ویزام و این که من برم و اینها، جمال میاد تو بیمارستان منو میبینه و بعد این خانمی که میگم اسمش اونم رویا بود، برگشت به من گفتش که من یاد دید که خیلی من افسردم ناراحتم، یک جمله گفت که اصلا خیلی برای من درمان بزرگی شد، چون خودش از زندگی من که به مطب من اومده بود، به عنوان مشاوره اومده بود، ولی خودش اونجا درمانگر من شد. بعد برگشت دست من رو گرفت برد گفتش که زینب تو رو خدا تو یک، ما به تو نیاز داریم، تاریخ به تو نیاز داره، جامعه به تو نیاز داره، تو افسرده نباید بشی، به خدا نمیدونم قسم نیچه، نمیدونم موزارت، انسان‌های بزرگی که توی تاریخ بودن، ادیسون، نمیدونم تمام شخصیت‌هایی که اسم برد دیگه، اینجوری همین و گالیله نمیدونم فلان در زمان خودشون مورد مطرود جامعهشون بودن، این که تو هم تو مطرود شدی، اینجوری شدی، ولی من تو رو باورت دارم، ما تو رو، حالا میگفت با دوستایی که بودم، ما تو رو باورت داریم، تو رو خدا تو نباید افسرده بشی. من توی نگاه کردم، ولی جملهش رفت تو بک‌گراند ذهن من و اینکه واقعا اثر درمانی مثل یه قرص درمانگری شد که بعدها منو به چیز آورد، یه خداگاهی بهت. آره بعدها، ولی رفت دیگه اون لحظه که من سکوت کردم. به هر حال من اومدم آلمان، ولی با این تصمیم بودم که تا از ایران خارج شدم، تو ذهن من همیشه این بود که این داروهایی که دارم رو نخورم. اما خواهر من از این ور، مادر من از اون ور گفته بود که فقط مواظب باشید که این داروهاشو بخوره. میدونستن که با این داروها، با این اهرام سرکوب بیمار بودن من، میتونن منو سرکوب بکنن. در واقع نمیخواستن درمانت کنن، میخواستن ساکتت کنن. قشنگ گفتی، آفرین. کاری که همه علم پزشکی الان روی بیماری روانی انجام میده، به خصوص تو کشورهای جهان سوم، اینا میگن این آدم بره آروم بشه، به ما کاری نداشته باشه، حرف نزنه، صحبت نکنه، کاری نکنه که دلش میخواد، و ما اینا باید همش تربیتش کنیم. من مثلا میخواستم برقصم، یه روز بلند شدم گفتم توی ماشین داشتم میرقصیدم اونجا، بعدش توی خیابون میگفتم میخوام برقصم، یا مثلا حرفایی که با دایی میزدم، هر اصلا ماست مفصله، نمیخوام الان توی این کلیپ نمیگنجه. بعدش میام توی ایران، توی بعد که اومدیم تو آلمان، من تو آلمان بازم تو همون حالت افسردگی بودم، تو فاز فلان بودم، ولی خواهرم اینا یه اتاق خیلی قشنگی به من دادن. هوای آلمان خیلی برای من ناخوشایند و سرد بود و من چیز میشم با وجود این، یعنی ما از تابستون اونجا اومده بودیم اینجا،
یه دفعه مثلا حالت با حالتهای روحی من این هوا نمیتونستم خودم رو به سرعت تطبیق بدم و تنهایی من کسی نبودنم و اینکه خواهر من با شوهر خواهر من اینا هم یه آدم های کاملا ایزوله بودن، یعنی ایزوله نه اینکه خود جامعه اینا رو ایزوله کرد و اینا خودشون با کسای ارتباط نداشتن، با ایرانی ارتباط نداشتن، فقط کار برن سر کار بیان فلان نمیدونم برای خودشون تفریحات خاص خودشون داشت باشن با بچه خودشون که ویژاک بود. این ولی برای من در اون مقطعی مقدار سازگار بود، ولی خب من نیاز به اجتماع داشتم، نیاز به روابط داشتم فلان اینها. بالاخره برادرم رو من بعد از 18 سال میبینم، برادرم که میاد من بر محمد باقر اونجا میبینم. تو همین محمد که اومده بود اونجا خواهرم و اینا میرن مسافرت، خواهرم و با شوهر خواهرم میرن کانادا مسافرت، من که اصلا تک تنها بودم یه تلفن میگیره، یه تلفن به من میشه به شما چند وقته؟ نه به اونجا شمال خونه خواهرم، شمال خانه خواهرم. تو فکر کن من که اجازه نداشتم، من با کسی ارتباط نداشتم، به ایران هم که نمیتونستم زنگ بزنم، اصلا تنهای تنها بودم. تلویزیون یا مثلا تلویزیون هم که من اصلا آدم تلویزیونی نیستم و قدم بزنم بلنشم بیا، من تو هم فاز سکوت خودم بودم که چیکار بکنم. یکم با برادرم حرف میزنم چون ما همدیگر رو ندیده بودیم، یکم هم که نه، ولی برادرم اومدنش باعث شد من یه سری حرفای ناگفته خودم رو به برادرم بزنم، بگم که من چرا از تو بوت من کی به تو شکست، چی و چی و چی، چه مسائلی با برادرم داشتم. حالا بمونه چون خیلی از برادر من اولین کسی بود که من عاشقش شده بودم و برادر من خیلی منو تو زندگیم سرکوب کرده بود و من اینو تو من عقده بود. تو اون دو هفته‌ای که بود همش به برادرم اینا رو میگفتم، اما دلم می‌خواست همینا رو خالی کنم و این خالی کردن و این بیان کردن مقدار کمک می‌کرد به من. اون تلفنی که من گرفتم حالا از کی بود؟ کی بود؟ ولی تلفنی شد و رابطه‌ای شد که میتونم برای همه بگم که عامل اصلا موندگار شدن من در آلمان شد، بدون اینکه اون فرد خودش بدونه، بدون اینکه این چیز. حالا چه اتفاقی افتاد؟ این آدم، نگفتم دکتر عشایری رو تو قسمت داستانش گفت، دکتر عشایری رو گفتم که اومد همین بهمن اومده بود تو جلسه مهمانی از من خواستگاری کنه. آره. برای کی؟ برای برادر همسر شهلا. برادر شهلا به اسم فرهاد اردلان یه دکتری بود توی سوئد، 25 سال اون موقع، 25 الان دیگه فرض کن 40 ساله دیگه الان هست، اون موقع میگفتم 25 ساله، این توی سوئد دکتره، دکتر متخصص کودکانه، نمیدونم روان پزشکیه فلان بهمانه، نمیدونم چی 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 از این چیزایی که برای دیگرام، بچه‌م تو سوئده از این حرفا. حالا اینو شماره من از اون ور میدن به این فرد که میگن یه خانومیه به اسم فلان نمیدونم چی چی. حالا ما هم که تو این وادیا نیستیم که، نگو با مادر من این کارو میکنه، با شهلا هم دیگر که این شاید به عنوان خواستگار بیاد من اینجا ازدواج کنم، من اینجا بمونم، این داره مادر من نقشه میکشه که چیکار کنه که به هر طریقی من بر نگردم به اون ایران. حالا ما هم که از تنهایی یه دفعه میبینیم یه محمد اومد به من گفتش که یه نفر هست تلفن تو رو میخواد، زینب. گفتم منو؟ تلفن؟ خوشحال شد آقا. من رفتم، من با این که تلفن صحبت کردم گفت من آره اینجوری، ما هم که نیازمند، ما هم که محتاج، ما هم که تنها، از خدا خواسته که یکی با ما دو کلام حرف بزنه، اونم یک آدم خوش صدا، آدمی میشه برای ما. این صداش انقدر برای من قشنگ بود، اینترنت اون موقع فلان از این عکس و این چیزام نبود، صدای این وقتی این حرف میزنه بر زمینه اون نیاز واقعی درونی من، اصلا من انگار تمنایی این آدم رو میکردم. این فرهاد میگه من اسمم فرهاده، من اینجوری برادر شهلا هستم و فلان و دکتر عشایری. ما هم که دیگه دکتر عشایری که برامون به عنوان یه لاس و عشقبازی و معشوق اینا خوب بود دیگه، نمیخواستم چون تیپن و اون عداعتفارا و اون دماغ بالایی و اون چیزی که مسائلی که داشت که من اصلا تصورش نمیکردم که با این پارتنر باشم.
هنوزم که به عنوان در این مقطعیم که با فرهاد آشنا شدم هنوز به نفی ازدواج نرسیده بودم، نطفه های نفی ازدواج بود، ولی نه اینکه به طور مستقیم با خودم بگم که نه ازدواج دیگر هرگز رو ننوشته بودم و سرلوحه زندگیم نشده بود. هنوز در مرحله گذار از این مرحله بودم، تناقض در ازدواج. بنابراین وقتی میاد به عنوان کیس خواستگار میگه به من مطرح کردن که ما با هم آشنا بشیم و فلان، اروپا هم که این مقدار خب فضا بازتر بود، ما توی این فاصله هی حرف زدیم، صحبت کردیم، این تلفنی به ما ابراز علاقه و عشق و فلان، ما هم چقدر خوشمون اومده بود از این صدای، این صدا، من برای این صدا یه تصویر سازی کرده بودم که انگار اون پرنس سفید و اسب سفید منه. حالا دیگه اون چیزه حالا اون چیزی که دوست داشتی به تو ذهنت کشیده. آره دیگه، حالا بگیم کودکانه، نوجوانانه، یه زن 38 ساله بودم، ولی خب حالتهای در واقع نوجوانی، چیزای تینیجری مانندی، خود نیازهای تینیجری آدم. بعدش چی ما به این اینقدر من دوست داشتم با این حرف بزنم، این زنگ میزد ساعتها، من اومدم، تنها کسی که اونجا بود به برادرم، گفتم برای محمد یه کسی اینجوری زنگ زده خوشمون اومد فلان، گفتم اسمش فرهاد اردلان، این هم توی دفت گفت فرهاد اردلان، دیدم یه جور من انگار این آدم رو میشناسم، حالا اینجا بمونه، منم که گذشته سیاسی خودم رو کاملا بلاک کرده بودم دیگه، یعنی اصلا تو فاز سیاسی نبودم، تو فاز افراد چپی و فلان و کمونیستی و اینجور چیزا اصلا تو اونجا بعد از اینکه زینب بودم کاملا اصلا انگار یه در بسته تو اون دنیای سیبای خودم بسته بودم. ما با این رابطه عاطفی عشق برقرار میکنیم، این میگه که من بیام هامبورگ یه چند روزی با هم دیگه باشیم، هتل بگیرم با هم باشیم بریم ببینیم. گفتم خیلی فکر خوبیه، ببینیم هم دیگر باشیم. قراری که میخواد بذاره فقط توی یه حرفش یه چیزی میگه اونجا برای من کلیک میکنه که این آدم اونی که من میخوام نیست، یک کلیک میکنه، ولی همونجا ازش میگذرم، ولی تو مغزم اون که میگه این رابطه ما بین خودمون بمونه. من از این حرف خیلی بدم میاد و نشانه ضعف یک به خصوص مرد میدونم، که حالا اونم مردی که 25 سال اینجاست، حالا میخواد بیاد بره بشینه یه زنی برخورد کنه. همون چون یه دفعه گفتم این آدم، من یه ماه نیست اومدم اینجا، اوپندر از اینا، این آدم این که 25 سال اینجاست میگه کسی نفهمه، من خیلی راحت پذیرفتم بریم هتل بریم ببینیم فلان. این همینطور حرف میزدیم، اینو میگفت آره دیگه همه فهمیدن من عاشق شدم و فلان و اینجوری، منم یه حالت یه عشقکی، یه احساسکی بگیم حالا تو من ایجاد شده بود. اومدم به برادرم گفتم و بعد مثال بریم برخورد کنیم ببینیم چه جوریه. خواهرم برای شوهر خواهر من که میاد، من به اینا میگم فرهاد اردلان، اینجور تمام ماجرا رو میگم، من همیشه کلا تا اینو میگم اینا اینو میشناسنش. فرهاد اردلان هم از بچه های سهند بوده، کوموله و کرد و فلان و تو این چیزای اتحاد مبارزان کمونیست، و این خواهر منم که البته قبلا چه با اینها ارتباط داشتن و بعدا که کلا از سیاست کشته میشه، ولی بهمن شفیق و شوهر خواهر من این توی این ارتباطات بوده با این فرهاد اردلان، با همدیگه کار میکرد، همدیگه رو میشناختن، نگو اصلا فرهاد اومده بود خونه، گفت ای فرهاد خیلی جالبه، خیلی خوبه، زیبا، خیلی مرد خوب، منم که تصویر ذهنی ازش ندارم که. حالا ما میریم اینجا دیگه، خواهرم میگه بلند شو بریم شاید ازدواج کنیم فلان کنیم، خرید میکنیم من یه اولین بار یه کرستی میخرم 60 یورویی 60 مارکی مارک بود اون زمان، چه دیگه مثلا دیگه فکر کردم دیگه خیلی دیگه تو عمرم خرج بزرگی کردم، گفتم باید کرستی بگیریم که این داستان این کرست هم خیلی چیز میشه، چون بعدا تو حالتهای مانی همه جا این کرست رو میگیرم تو خیابون و اینا، بعد به چیز گرفته بودم بسته بودم اینجا به صورت باند بسته بودم تو سرم، الان هم یه عکسی هست از با این کرست بستم تو سرم تو حالتهای مانی دارم اینا. بعد یه بار که الان که تو پرونده من هستش که زیبا یه بار میره تو خیابون لخ میشه، یه بار میرم همه لباسامو تو خیابون، حالا این داستانه، این که چجوری میخوام بگم
همیشه یه عامل عشقی و یک رابطه عشقی عاطفی تو رو به اون حالت نزدیکتر کرد. نه اصلا تو مانی و تو این سندروم آسلوزر یا عامل برانگیزنده این چیز هست. این یعنی این بیماری آره، یعنی تو رو میبره تو اون ایفوریا، تو اون حالت ها خیلی شدید، اون ونتیل رو ایجاد میکنه، ونتیل اون سوراخی که توضیح دادم اونو برای چیز ایجاد میکنه. خب حالا ما میتونیم بگیم اون بار اولم در واقع تو فرار از وضعیت جوال نبوده، در واقع اشتیاق به رسیدن به وضعیت دکتر. آره. اونم تاثیر داشت، اون بسترم که میخواستم فرار از اون بکنم اون انگار تغذیه میکرد دیگه این مسئله رو. اینم که آره اشاره کردیم تو اون قسمت که تاثیر داره این مسئله. بعد حالا فرهاد، این فرهاد میخواد بیاد. حالا ما رفتیم به من گفت تو چه لباسی میپوشی؟ حالا ببین اینجا لحظه اولین حالت مانی من که ببی باعث میشه که دیگه من افسار گسیخته میشه. من این از نظر یعنی این کلیپ میتونه برای خیلی از این روان پزشکا هم کمک کننده باشه. ببین چقدر جالبه، من تو تلفن با من صحبت میکنه میگه تو چه جور لباسی میپوشی؟ من گفتم که حالا یه لباس بلندی میپوشم، یه دامن میدی. گفت میدی؟ یعنی خواست ببینه که من چجوری. گفتم آره یه دامن این چنینی دارم، بعدش یه بولیسی میپوشم. اون موقع خیلی مثل الان تو عکسای من هم توی اون دوران ها نگاه کنید خیلی لباس هم اوپن نبوده. کم کم این مرحله برهنگی من توی ایران و لباس های باز پوشیدن من مرحلهش کم کم پیش میره. بعد اینجوری میگم که آره من یه لباس میدی میپوشم. که خب تو اونجا هستی، من نمیخوام کسی بیاد من بدونن که کی هستم. خب من بهش تو تلفن ولی میگم که من به رویا و بهمن تعریف کردم، اینا با تو رو میشناختم. یه دفعه این کپ میکنه، سکوت میکنه که چرا تو اینو بود؟ آره ولی با این حال میگم که اینا میان منو میرسونن تو فرودگاه که تو رو ببینم، میخوان ما رو ببرن تا دم هتل. بعد از هتل اونام یه اینجوری وای میسته میگه اوکی باشه قبول میکنه. حالا من که این آدم رو ندیدم بلکه یه تصویری ساختم، یه تصویر عینی برای خودم این از این پرنس ساختم. اما صدای بی نهایت دلنشین، یه صدای قشن، یه ارتباط عاشقانه من با صدا درست کردم. حالا من میرم توی فرودگاه، توی فرودگاه وای میستیم به جای اینکه اون روزی که میخوام برم از شدت شادی من لباسای خودم رو عوض میکنم، یه لباسای اوپن میپوشم، یه دونه دامنه کوتاه، یه دامنه به جای میدی یه دامنه کوتاه میپوشم، یه لباس اون کرسته رو میبندم که داشتم برای خودم خریده بودم اکسترا برای این رابطه خودم، و یه دونه یه پلیز خیلی یه لباس خیلی اوپن تر. موهام هم که خیلی قشنگ بود و فلان و اینا، بالاخره اون یه حالت خیلی اونم که منو ندیده بود که اون یه تصویری از من ساخته بود، منم یه تصویری از اون ساخته بود. ما فقط از طریق وایس با هم ارتباط داشتیم. من میرم توی فرودگاه منتظرم. آلمانی هم که بلد نبودم که، یه ماه اومدم دیگه، فقط یک جمله بلد بودم، ایشکن نیش دویچش بلشه. من نمیتونم آلمانی صحبت کنم. حالا این آدم اومده از استکهلم، منم وایستادم، من تصویری که دارم ازش یه تصویر دیگه است. حالا این داره دنبال من میگرده، من دارم دنبال اون میگردم. اون تصویری که اون از من داره اونی نیست که منو میبینه، اون تصویری که من از این دارم اون نیستش. گون هی دیدم یه مرد موجوگندومیه، یه تیپی که من مثلا تیپ شاید کمونیستی که حالا شاید اون زمان که حالا دوستن هی داره میاد میگذره از جلوی من. خدا چه من تو دل خودم فوش میدم به این مردی که چرا این مزاحم من شده. چرا من تصویر دارم؟ هی این میره میاد نگاه میکنه اون به من، منم چپ چپ نگاه میکنم. برادی که
من منتظر کسی دیگم. این اومد، همه مسافرها رفتن دیگه توی اون فرودگاه هیچ کس نبود به غیر از من و این. آخو من عصبانی که خدا، این چرا نمیره اون، چرا نمیاد؟ بعد یه دفعه دیدم که این اومد جلو، به انگلیسی گفتش که مثلا شما برای کسی منتظرین؟ اینقدر من از این بدم میمد که این جمله خیلی ساده انگلیسی که این گفت که نفهمدم که انگلیسیه، برگشم بودم شکنش داشتش بلشم. اون فهمید که من خودمم، چون فهمید که منم نه دوش بلدم نه چه گفت شما زینب هستی؟ تا این گفت زینب هستید من فرهادم، این شکاف منو به هم ریخت. همون لحظه به هم ریخت شکافه اون چیزی که میخواستی، آنچه که تصور داشتم با آنچه که واقعیت بود، شکاف بین تصور ذهنی و واقعیت عینی منو به هم ریخت. من شدم فرویرت، شدم فرویرت آلمانی چیم به هم ریختم، پریشون شدم خیلی شدید. اما خب منطق من اون لحظه گفت باید درست برخورد. گفتم من زینب هستم. بعد یه دفعه گفت من چقدر شما دور از اون تصوری هستی که من داشتم. گفتم بریم ماشین منتظرم. چیز نشستیم. ولی خودتو کنترل کردی بازم. کنترل کردم. بریم بیرون. آره. برای اینکه اولا واقعا فرهاد یه مرد خیلی قشنگ و جذاب، شد الان من ببینم خیلی برای من خوشایند باشه، ولی بس تصویر ذهنی من بود با اون صدا. من یه تصویری رفته بودم توی این فیلم های نمیدونم چیز تینیجری، شاید یه آلندولن، اصلا نمیدونم، حالا یه نیاز درونی، یه نیاز روحی، یه چیز خیلی ناشناخته برای خود من، یعنی اون به هر حال اون که تقصیر نداشت، مسئله اون چیزهای روحی منه، نیازهای روی من که من کمبودهای من بوده. تو این زمان که با هم به صورت تلفنی صحبت میکردیم هیچ نخواسته بودی که ازش، از خودش، از ظاهرش بگه، یا حتی اگر تو فرودگاه وقتی میاد میخوای ببینیش چی شکلی هستی، چی ظاهری داری، چی میپوشی؟ آره من چی پوشیدنش اینا رو من نپرسته، فقط اون یه بار از من پرسید که لبای تو قلوهیه، لبای خواهرش خیلی خوشگله، لب قلوهیه. من بهش گفتم که نه، ولی تو هیچ ناراحت شدم حتی که لبای من قلوهی نیست، لب قلوهی نیستم. ولی تو این فاصله تو اصلا حتی از ظاهر این آدم اصلا نپرسیدم. من یادم نپرسیدم. چرا آخه؟ نمیدونم، شاید اینقدر مطمئن بودم به اون تصویر ذهنی خودم، شاید نمیخواستم مثلا نمیدونم ناخودآگاه چرا، این چراش چرای جالبیه، شاید نمیدونم. به هر حال ادامه بدم. آره، اونجا که تو خودتو کنترل کردی و از فرودگاه اومدیم بیرون که سوار ماشین بشین و بریم، ماشین شدیم، من و این عقب نشستیم، خواهرم و با رویا و بهمن اینو با فرهاد صحبت کردم و بعد به فرهاد هم تو نگاه کرد یه لحظه که نتونست بگه حالا خیلی قشنگتری، نمیدونم، حالا فقط گفت شایدم قشنگتر نبودم، نمیدونم، ولی فقط گفت چقدر جوانتر از اون تصوری هستی که من داشتم، حتی همینو گفت چقدر بعدم یه دفعه گفت بعدش هم دیده بود که لباس هم کوتاه، یعنی اونم انتظارش یک آدم کنزرواتیو و محافظه کارتر بود با اون چیزی که من بهش گفته بودم. بعد یه دفعه اینجا بود که من این میگم این شکاف و این مسئله منو برد توی فاز دیگه. بعد منو بر خواهر و خواهر من با شوهر خواهر من ما رو گذاشتن در یه هتلی، بعد رفتن منو این رفتیم تو هتل شب نشستیم دیگه، من رفتم توی کالات های دیگه، اصلا انگار
بعد شروع کردم از محمد حرف زدن، رسالت خودم، بعد یه دفعه باز اونجا بدون اینکه چیز کنه خودم لخت شدم، گفتم نگاه کن من این کورس تو برای تو گرفتم، 60 مارک. حالا یه دفعه برگشت کن 60 مارک خیلی زیاده برات، خواهرای من کورس تو شورت های میگیرن $1000. بعد من یه دفعه چیز شدم، اصلا میدونی هر چی میگفت نطوره، بعد این دیگه متوجه شده بود که متوجه شد حالتهای من عادی نیست. و بعد من شروع کردم از مکه حرف زدن، از غیر حرفایی میزدم انگار که ناخودآگاه میخواستم که دیگه این به من نزدیک نشه. بعد تو رخت خواب قرار گرفتم، لخت شدم، بعد نه اینکه مثلا اون منو بخواد مثلا فرض کن به من نزدیک بشه، ما حتی نتونستیم با هم دیگه نزدیک بشیم. یعنی فهمید که خیلی آروم خیلی چیز نشست کنار من توی رخت خواب خوابید و صبحونه صبح بلند شدیم گفتیم بریم خونه خواهرم. توی خیابون که داشتیم رفتیم یه دفعه گفتم مرگ بر آمریکا، شروع میکردم شعاره، گفتم من مخالف جمهوری اسلامی نیستم، من مخالف جمهوری اسلامی نیستم، من مخالف چیز نیستم. نه این در واقع حالت بد شده بود؟ نه من نمیگم بد یا حالتی، نمیدونم یه حرفایی میزم این همطور نگاه میکرد گفت چرا این چیزو میگی. بعد توی خیابون یه با اون چیزایی که داشتم به نوعی که خودم رو توی این مدت سرکوب کرده بودم. آهان اینم بگم چه عاملی شد تو این 2 هفته‌ای که کانادا خواهرم اینا بودن، خواهر من گفته بود دواهاتو بخوری، کنترل میکرد دیگه طبق اون چیزی که مادرم بابا چیز که مادرم هم که میگفت این دواهاشو بخوری. من تو این 2 هفته وقتی اینا کانادا میرن به محمد میگم محمد من نمیخوام بخورم، گفت آره بابا این دواها رو خوردن چیز نداره، این دواهایی که اصلا اینا اونم تشویق، گفتم من نمیخوام بخورم، یه حامی میخواستم دیگه، گفت آره نخور. ولی محمد که ندیده بود حالتهای من، خواهر من تو جریان کامل اینفورمیشن از مادر من بود، اینم گفت چون داشت حالتهای عادی من اونجا میدید. حالا این عامل فرهاد باعث شد من یه دفعه اینجوری، من یه دفعه شروع کردم اینجا دیگه از گذشته، از زندان، از وقتی فهمیدم این سهندیه، از کمونیسم، از علی، از اعدام، از تو این مدتی هم که با برادرم حرف زده بودم شروع کرده بودم از زندان. 2 هفته بود دیگه من در مورد گذشتم حرف زده بودم. در واقع تمام اون چیزهای توی روان درمانی وقتی تو میری حرف میزنی از گذشتت میگی، من بلاک شده بود دیگه قبلا تو اون دوره، اینا همش اومده بود رو اومده بود، دردها و زخمها و همین چیزها تازه شده بود، از تمام مسائل، از توبه، از فلان، از کمون، شروع کردم به کمونیستا و چپیا و تمام سیاسیون بدترین حرفا رو زدن، میریختم بیرون. بعد دیدم اینم کمونیست بوده، فهمیدم این کمونیست بوده، حالا این بعد سیاسی بوده با بهمن، با رویا، با چیزایی که همه اینها این مسائل. بعد یه دفعه اومده خواستگاری من، بعد میخواد مثلا با من ازدواج کنه ولی کسی نفهمه و و اینا. بعدش هم حالا که شخصیت اون چیزی هم که میخوامم که نیست، صدا، ارتباط بین صدا و تصویر برای من قطع میشه و من اون رویای من عینی میشه، من رویای من میمیره، رویای من میمیره و این مرگ، این رویای من، مرگ اون تصویر من باعث میشه که من اینجوری عصیان کنم، بریزم و خشم خودم رو به نوعی اینو بچزونم، کمونیستا رو بچزونم، حس انتقام، حس جبران، حس تلافی. این همه مدت آروم بودم، دواهارم که نخوردم، حالا خارجم، آقا اومدم توی خونه، بعد اینا شروع کردم به حرف زدن از علی، از زندان، از چیز، گریه یک دفعه هم تو بدون اینکه بفهمم اینقدر گریه های قشنگی داشتم.
عاشق گریه های خودم توی مانی هستم. زیباترین گریه ها رو تو اون موقع دارم. زیباترین غم ها رو تو مانی دارم. مثلا فکر کن اینقدر قشنگی یه دفعه سیل عشق میاد، ولی من یک ذره شرم ندارم که 10 نفر هستم، 20 نفر هستم. نه. میخوام بدونم که میدونی دقیقا آره. چی گریه میکنی؟ آره. خب برای چی؟ نه برای چی که نمیدونم، فقط میدونم حسه. من ممکنه مثلا وسط همون گریه میخندم، خیلی زیبا میشم، خیلی خودم از خودم خوشم میاد اون لحظه ها. چون اینقدر روان میشم توی اشکم، روان میشم تو حرفم، روان میشم تو فوشم، روان میشم توی بعد بیاین یه حرف. فهمید من یه آدم غیر عادی ام.